امداد رسانی به مناطق زلزله زده در سیستان و بلوچستان با قوت ادامه دارد. مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو از برقراری شبکه توزیع برق در همه روستاهای استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای جعفرزاده گفت با تلاش 184 گروه عملیاتی در این استان، هم‌اکنون شبکه توزیع برق در همه روستاهای استان به وضعیت پایدار رسیده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان بلوچستان هم گفت از 5 استان کرمان، یزد، خراسان شمالی، رضوی و هرمزگان 70 امدادگر وارد مناطق سیل‌زده استان شده و به امداد رسانی مشغولند. به گفته آقای راشکی تاکنون 3 محموله امدادی از تهران به کنارک ارسال شده و امروز هم 1 محموله 60 تنی دیگر وارد استان می شود. راشکی افزود در این مدت 1017 خانوار اسکان یافتند و حدود 1000 نفر نیز مداوا شدند. 4 محموله کمک رسانی ارتش برای مناطق سیل زده هم در حال بارگیری و ارسال به این مناطق است. این محموله شامل 95 تن اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای سیل زدگان است. فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز درباره آخرین اقدامات در کمک رسانی به سیل زدگان توضیح می دهد. برای خدمات دهی به روستاهایی که سیلاب در واقع دچارشون شد، یک محلی رو به عنوان پشتیبانی زدیم و منطقه رو به 2 قسمت تقسیم کردیم. 2 از مناطق نیروی دریایی رو درگیر کردیم، زمینی که پایگاه دریایی ما هم درگیر بود. لایروبی خونه ها رو شروع کردن و در واقع عزیزان ما در بچه های گروه جهادی در این منطقه حضور پیدا کردن. ما در این منطقه غذای گرم رو تهیه میکنیم به وسیله بالگرد به روستاهایی که قابل دسترس نیستن و هنوز راهشون درست نشده. این کار رو داریم انجام میدیم. در این حال استاندار سیستان بلوچستان گفت بارندگی های سیلاسای اخیر 2911 میلیارد تومان به زیرساخت های جنوب سیستان بلوچستان خسارت وارد کرده است. سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم با دستور ویژه‌ای هیئتی را مأمور کرد برای رسیدگی و امدادرسانی سریع‌تر به کشاورزان و دامداران عازم مناطق سیل زده شوند. گروه‌های تعیین خسارت در بررسی‌های اولیه میزان خسارات وارده به زیربخش‌های کشاورزی را حدود 640 میلیارد تومان اعلام کردند. در این حال رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت جبران سریع خسارت‌های سیل استان نیازمند مصوبه ویژه دولت است. نجار افزود کمک‌ها باید طوری در منطقه تقسیم شود تا به دست همه نیازمندان برسد. سخنگوی دولت هم که برای اطلاع از آخرین وضع امداد رسانی به مناطق سیل زده جنوب استان سیستان و بلوچستان به این مناطق رفته، ضمن بازدید از مناطق آسیب دیده از سیل استان، مصوبات دولت را در خصوص رسیدگی به این مناطق پیگیری کرد. بحث مسدود شدن راه‌ها و اتصال مجدد راه‌ها در دولت مورد تاکید قرار گرفت و علت قطع شدن برق رو آقای دکتر اردکانیان در جلسه توضیحاتی دادن و گفتن که عمده برق‌ها وضع شده، خسارات هم برآورد میشه. اصلا دولت کمک‌های در این زمینه خواهد کرد. رئیس جمهور محترم هم خودشون به منطقه خواهند آمد. هم قطعاً رو اشتغال‌های آسیب خورده کمک خواهند کرد یا حتی برای مشاغل جدید هم به امید خدا کمک خواهد شد که منطقه به وضع عادی برگرد.